خدا و سلام. من امیررضا نیکخواه هستم و در این ویدیو از مجله فرادرس قصد دارم تا شما رو با نحوه ساخت جیمیل یا پست الکترونیکی در گوگل آشنا بکنم. در خیلی از مواقع ما نیاز داریم تا یک پست الکترونیک رو داشته باشیم یا ممکنه بخوایم برای افراد دیگر پست الکترونیک رو بسازیم. به هر حال روش‌های مختلف و سایت‌های مختلفی برای انجام این کار وجود دارند و ما با داشتن ایمیل یا پست الکترونیک میتونیم مکاتبات الکترونیکی خودمون رو انجام بدیم. توی این ویدیو میخوام در رابطه با ساخت جیمیل صحبت بکنم که بسیار بسیار رایج هست و افراد خیلی زیادی هم جیمیل شخصی خودشون رو دارن یا همون ایمیل در گوگل. بر همین اساس اگر این ویدیو رو در یکی از شبکه‌های اجتماعی ما می‌بینید، حتماً قسمت توضیحات رو برای لینک‌های بیشتر در این خصوص مشاهده کنید. همچنین صفحه و کانال ما رو در شبکه‌های اجتماعی مختلف سابسکرایب و فالو کنید تا به ویدیوهای دیگه‌ای که در رابطه با این موضوعات منتشر می‌کنیم هم دسترسی داشته باشید. اما بریم به سراغ ساخت ایمیلمون. می‌ریم به سراغ مرورگر کروم، اون رو باز می‌کنیم و بعد وارد این آدرس میشیم، accounts.google.com. کلید انتر رو فشار میدیم. وارد صفحه میشیم که از ما میخواد اگر ایمیلی داریم یا همون آدرس ایمیلی داریم وارد بکنیم. توی مرحله بعدی پسوردش رو وارد کنیم و بریم داخل ایمیلمون یا همون حساب کاربری. اما الان ما میخواییم یک حساب کاربری رو بسازیم، یک جیمیل رو بسازیم. بنابراین باید روی گزینه Create Account کلیک بکنیم. دو حالت برای ما وجود داره. یکی گزینه اول for myself، برای اینکه یک ایمیل یا جیمیل شخصی رو داشته باشیم، و گزینه دوم to manage my business هستش که در واقع برای مدیریت کسب و کارمون میتونیم که یک ایمیل رو داشته باشیم. من گزینه اول رو انتخاب میکنم تا به صورت شخصی باشه. توی صفحه بعدی ما باید نام و نام خانوادگی خودمون یا اون فرد مورد نظر رو وارد بکنیم. به این ترتیبی که ملاحظه میکنید من در اینجا میام و مشخصات رو وارد میکنم. البته حواسمون باشه که کلید کپس لاک خاموش باشه تا بتونیم حروف رو طبق روال وارد کنیم. توی قسمت last name هم به همین ترتیبی که مشاهده میکنید و توی قسمت بعدی یا فیلد بعدی ملاحظه میکنید که یه سری پیشنهاداتی رو خودش به ما میده به عنوان یوزرنیم یا نام کاربری. اگر این پیشنهاد برای ما مناسب بود اون رو تایید میکنیم. البته چند مورد دیگر هم در اینجا در دسترس هست که میتونید ببینید. اگر اینها مناسب بودن انتخابشون میکنیم، اگر مناسب نبودند میتونیم نام کاربری مورد نظر خودمون رو وارد بکنیم. من اینجا مینویسم FD1 یعنی فرادرس شماره 1، بعد از اون ORG1 در واقع اشاره داریم به فرادرس.org و بعد از اون هم تست رو در ادامهش میارم. در واقع ما اینجا داریم از یک نام کاربری دلخواه خودمون استفاده میکنیم، به شرط اینکه این نام کاربری در دسترس باشه و قبلا توسط کس دیگری اشغال نشده باشه. خب در ادامه کارمون میریم به سراغ بخش مربوط به پسورد. دقت داشته باشید، البته زمانی که شما نام کاربری یا همون اسم ایمیلتون رو دارید وارد میکنید باید از کلمات استفاده بکنید یا همون حروف استفاده بکنید، اعداد و همچنین مثلا نقاط و اینجور کاراکترها، و نمیتونید مثلا از اندرلاین استفاده بکنید. توی قسمت پسورد من پسورد مورد نظر خودم رو مینویسم، ترکیبی از اعداد و حروف و همچنین نماد هاست. مثلا اگه چند تا عدد رو درج کردید یه حرف رو هم اضافه بکنید، یه نماد مثل ادساین هم اضافه بکنید. اینجوری امنیت پسوردتون میره بالا و باید بیشتر از 8 کاراکتر باشه. به این ترتیبی که ملاحظه میکنید من پسورد خودم رو وارد کردم توی این فیلد و توی کانفیرم رو عیناً تکرارش کردم. حواسمون هم هست که این قسمت توضیح داده که باید بیش از 8، یعنی 8 یا بیش از 8 کاراکتر با ترکیبی از حروف و اعداد و نمادها استفاده بشه. اگر توی این حالتی که نشون میده براتون سخته و گمراه میشید، میتونید گزینه شو پسورد رو تیک بزنید تا دقیقا اون چه که می نویسید برای شما نشان داده بشه و بتونید کار رو ادامه بدید. روی دکمه نکست کلیک میکنم. میریم به سراغ مرحله بعدی. در اینجا میبینیم که اون آدرس پیشنهادی ما یا یوزرنیم پیشنهادی ما در دسترسه، پس فعلا اون رو قبول کرده.
توی قسمت بعدی کد کشورمون به همراه شماره موبایلی که مورد نظرمون هست رو وارد میکنه. شماره موبایل باید جوری باشه که ما بتونیم به اون دسترسی داشته باشیم. چرا؟ به خاطر اینکه یک کد تاییدیه و کد امنیتی روی اون شماره برای ما میفرسته و البته برای امنیت و بازیابی ایمیل هم استفاده میشه. خب من شماره مورد نظر خودم رو در اینجا وارد میکنم به این ترتیبی که ملاحظه میکنید. در گام بعدی ما اینجا میتونیم به صورت اختیاری یک آدرس ایمیل دیگر رو وارد کنیم برای ریکاوری و بازیابی ایمیل فعلیمون در صورت نیاز. به هر دلیلی ممکنه که ما نتونیم وارد ایمیلمون بشیم، بنابراین دقت داشته باشید که بهتره یک آدرس ایمیل رو در نظر بگیریم تا هر زمانی که به مشکل خوردیم بتونیم از اون استفاده کنیم و از طریق اون آدرس دوم ایمیلمون رو بازیابی کنیم. البته همونطور که گفتم به صورت آپشنال یا اختیاری هست و میتونید از اون استفاده نکنید. توی قسمت بعدی ما باید تاریخ تولد رو وارد بکنیم. من در اینجا و به عنوان مثال یک تاریخی رو مینویسم، کاملا اتفاقی هستش این اعدادی که من در اینجا وارد کردم. توی قسمت بعدی جنسیت رو باید تعیین بکنیم که مرد یا زن هستیم و بعد روی دکمه نکست کلیک میکنیم. کمی صبر میکنیم، پردازش ها انجام میشه و به این ترتیب یک بخشی در اختیار ما قرار میگیره که مربوط به رعایت حریم خصوصی هستش. در واقع یک قراردادیه بین ما و گوگل که با گزینه I agree امضا میشه. ما شرایط گوگل رو قبول میکنیم، شرایط ساخت ایمیل رو قبول میکنیم، حریم شخصی رو قبول میکنیم، احترام به حریم شخصی و همچنین موارد دیگری که حالا در داخل این در واقع بخش نوشته شده و میتونیم ازشون استفاده کنیم. حالا گزینه‌ها و اختیارات دیگر هم در اینجا هستش. آی اگری رو من کلیک میکنم، کمی صبر میکنیم. به این صورت ملاحظه میکنید که مراحل ساخت طی میشه و حالا جیمیل یا ایمیل من در گوگل ساخته شده. در اینجا پیغام خوش آمد رو ملاحظه میکنید و الان ما میتونیم از ایمیل ساخته شده استفاده بکنیم. خب دقت داشته باشید که در گام بعدی ما میتونیم بیایم اینجا بحث امنیت یا مثلا حفاظت از اکانت یا حساب کاربری خودمون رو هم داشته باشیم. مثلا توی قسمت Protect Your Account امکان این وجود داره که امنیت و توصیه های امنیتی برای این اکانت رو بتونیم که کنترل بکنیم و مدیریتشون بکنیم. یا فرضاً اینجا حریم شخصی و شخصی سازی اون رو داریم و موارد دیگری که حالا به شکل‌های مختلفی در اینجا هستند و میتونیم وارد هر بخشی که می‌خوایم بشیم و اینها رو ببینیم که به چه صورتی هستن. اما در نهایت من مجدداً وارد آدرس مربوطه میشم و میبینیم وقتی که ما میریم به قسمت اکانت های گوگل، الان در داخل گوگل لاگین هستیم، وارد شدیم. چرا این رو میگم؟ به خاطر اینکه وقتی ما اول کار این آدرس رو وارد کردیم به ما گفت ایمیلتو وارد کن یا یه ایمیل بساز، اما وقتی الان واردش میکنم میبینیم که به ما پیغام خوش آمد رو میگه. حالا اینجا هم یه علامتی رو میبینیم که مربوط میشه به اکانت فعلی خودمون. اگر روی این کلیک بکنیم میتونیم متوجه بشیم که دقیقاً الان توی اکانتمون هستیم. این ایمیل ما یا جیمیل ما هستش. توی قسمت بعدی Manage Your Google Account رو داریم که میتونیم حساب کاربری خودمون رو مدیریتش بکنیم که همون صفحه قبلی رو به نوعی در اختیار ما میگذاره. میتونیم از گزینه Add Another Account استفاده بکنیم برای اضافه کردن یک آدرس ایمیل دیگه. خب همیشه اینجوری نیستش که ما فقط از یک آدرس ایمیل استفاده بکنیم، بلکه در بسیاری از مواقع لازمه که مثلا ما آدرس های چندگانه رو داشته باشیم. مثلا دو تا ایمیل داریم یا سه تا ایمیل داریم، میخوایم همزمان اینها لاگین بشن، اینجا در دسترس ما باشه و هر زمانی که خواستیم محتواشون رو ببینیم توی این فهرست اسم اون ایمیلمون یا روی لینک اون ایمیلمون کلیک بکنیم. پس اینجا میتونیم این رو کلیکش بکنیم و برگردیم به همون صفحه ساین این و اینجا ایمیلمون و پسوردش رو وارد کنیم و وارد بشیم و بتونیم که ازش استفاده کنیم. اما دقت داشته باشید، اگه قرار باشه که شما برای افراد دیگری، مثلا دوستتون یا پدر یا مادر یا هر شخص دیگری، یک جیمیل یا ایمیل در گوگل رو بسازید، باید حواستون به یک سری از نکات هم باشه. مثل الان زمانی که ما اکانت یا حساب کاربری رو میسازیم بلافاصله وارد اون بشیم، پس باید بعدش برای خروج از حساب کاربری گزینه ساین اوت رو کلیک بکنیم.
اینجوری ما از کل اون ایمیل خارج میشیم و دیگه دسترسی به اون اطلاعات نداریم. حالا ممکنه این کار و این اتفاق برای ایمیل خودمون بیفته و افراد دیگه توی ایمیل ما وارد بشن و به اطلاعات ما دسترسی داشته باشن. پس حتما حواسمون باشه که از ایمیل مورد نظرمون، حالا هر ایمیلی که هست و نمیخوایم افراد غریبه به اون دسترسی داشته باشن، ساین اوت بکنیم و بعد ایمیل جدید رو بسازیم برای افراد دیگه یا برای خودمون. یا اینکه میتونیم توی حالت ناشناس وارد بشیم. نگاه کنید، اینجا ما میتونیم وارد این فهرست بشیم، گزینه نیو اینکاگنیتو ویندو رو انتخاب بکنیم یا کنترل شیفت ان رو بزنیم. این چه کار میکنه؟ این به صورت ناشناس یک مرورگر در اختیار ما میذاره، یه تب جدید در اختیار ما میذاره. ما ایمیل رو میتونیم بسازیم و دیگه داخلش وارد نمیشه، لاگین نمیشه و میتونیم بلافاصله اون رو ببندیم و بریم به کارهای دیگرمون برسیم و دیگه خیالمون راحته که لاگین نشده به داخل ایمیل شخصی ما. همچنین نکته بعدی اینه که قبلا هم اشاره کردم، از شماره موبایل استفاده بکنیم که در دسترس باشه، چون ممکنه یک کد تایید یا کد امنیتی برای اون ارسال بشه و باید به اون شماره دسترسی داشته باشیم. میتونیم شماره خودمون رو هم توی اون مرحله وارد بکنیم و بعد تغییرش بدیم توی قسمت سفارشی سازی و همچنین مواردی از این قبیل که توی قسمت پرسونال اینفو میتونه این اتفاق بیفته. و نهایتاً ایمیل رو برای خودمون یا اشخاص دیگر بسازیم. فراموش نکنید نام کاربری و پسورد رو برای افراد دیگر اگر ساختی در اختیارشون قرار بدید تا بتونن از ایمیلشون استفاده کنن، و اگر هم که برای خودتون هست از نام کاربری و پسوردتون محافظت کنید. خب الان من میخوام از ایمیل ساخته شده خارج بشم، پس اینجا روی گزینه ساین اوت کلیک میکنم و به این ترتیب از این ایمیل خارج میشم. حالا توی این صفحه میگه آیا میخوای مجدداً وارد بشی یا نه. الان signed out هستیم، یعنی خارج شدیم و میتونیم مجدد روی اون کلیک بکنیم تا دوباره وارد بشیم، یا میتونیم از اکانت های دیگر استفاده کنیم، یا میتونیم با این گزینه remove اکانت مورد نظر یا حساب کاربری و ایمیل مورد نظر خودمون رو حذفش بکنیم. حالا این دیگه بستگی به خودمون داره که بخوایم چه کاری رو انجام بدیم و چه وضعیتی رو داشته باشیم.